برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. مؤسسه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها از مراکز مرتبط با دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی سید صادق شیرازی دامزلو که مقر آن در شهر مقدس کربلا است، جدیدترین کمک های نیکوکارانه خود در فصل زمستان را در سوریه توزیع کرد. در این اقدام بشر دوستانه بسته های مواد غذایی، لباس های گرم زمستانی، آرد مخصوص پخت نان و برخی دیگر اقلام میان خانواده های نیازمند و ایتام توزیع گردید. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مصاحبه با بی بی سی گفت تصمیم بازگشایی مدارس دخترانه مربوط به رهبری طالبان است و تاریخ آن هنوز مشخص نیست. در این باره ملاحظات شرعی وجود دارد. کمیته از علما روی آن کار می کنند تا شرایط و زمینه های تحصیل دختران و زنان را مشخص کنند. گفتنی است حدود 500 روز از بستن درهای مدارس متوسطه در افغانستان به روی دانش آموزان دختر پس از بازگشت طالبان به قدرت گذشته است. سید عارف نصرالله مسئول روابط عمومی دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دامزلو در شهر مقدس کربلا به کشور سوریه سفر کرد. گفته می شود هدف از این سفر انجام برخی هماهنگی های لازم برای آماده سازی برنامه های ویژه در مناسبت های مختلف ماه رجب، از جمله ولادت با سعادت امام علی علیه السلام و وفات حضرت زینب کبرا سلام الله علیها است. امروز دوشنبه وقوع انفجاری انتحاری در مسجدی واقع در شهر شیعه نشین پیشاور پاکستان منجر به شهادت 17 نفر شد. به گزارش رسانه‌های پاکستانی این انفجار در مسجد خطوط پلیس پیشاور هنگام اقامه نماز ظهر توسط نمازگزاران رخ داد و منجر به شهادت 17 نفر و مجروح شدن 15 تن دیگر شد. مجروحان این حادثه تروریستی به بیمارستان لیدی ریدینگ منتقل شدند.